حسین ابن عبدالله ابن سینا سال 980 میلادی در قریه‌ای در میانی بلخ و بخارا چشم به جهان گشود. در ابتدای جوانی در علوم مختلف زمان خود از جمله پزشکی مهارت یافت. معالجه امیر نوح سامانی به او این امکان را داد تا به کتابخانه عظیم دربار سامانی راه یافته و به منابع معتبر علمی آن روزگار دست یابد. وی با وجود پرداختن به کار سیاست در دربار سامانیان و دیلمیان صدها جلد کتاب و رساله تحقیقی نوشت. کتاب قانون در طب و کتاب شفا یا دائرة المعارف بزرگ فلسفی او نمایانگر اوج تفکر بشر در قرون وسطاست. دو کتابی که شهرتی جهانی یافتند. ابن سینا در زمینه حرکت، نیرو، خلا، نور و حرارت تحقیقاتی ابتکاری داشت. رساله وی درباره معادن و مواد معدنی تا قرنها پس از درگذشتش مهمترین مرجع زمینشناسی علمی در اروپا بود. وی دانشمندی خردگرا بود که تلاش کرد نظریات فلسفی خود را با عقاید عامی مسلمانان وفق دهد. به همین علت پیوسته متهم به کفر و الحاد می شد. تا آنجا که گاه قشریون او را کافر می خواندند. ابن سینا در فلسفه پیرو ارسطو بود و در منطق سوری اصلاحاتی پدید آورد. او یک دستگاه فکری با عناصری از اندیشه های ارسطو، عقاید اسلامی و یافته های علمی خیش به وجود آورد. دستگاهی که از هر سو نقد شد. زکریای رازی اشکالاتی در فلسفه و منطق او یافت. راجر بیکن او را بزرگترین استاد فلسفه پس از ارسطو لقب داد و امام محمد غزالی و قشریون او را تکفیر کردند. ابو علی سینا در سال 1038 میلادی در 58 سالگی دیده از جهان فرو بست.